سلام، من سلام عرض میکنم خدمتتون. تمام دهنم خداوندی هستم. تو ماجرای کوی من امروزی یکی از اونایی بودم که گرفته بودم. دانشکده برق اونجا فکر کنم 10 نفر بشه اونجا بودم. بعد ما جز اونایی بودیم که برده بودن اون وزارت کشور. من شما تشکر میکنم چرا چون اومدید در جواب سوال ما رو میدید، در حالی که من میدونم وظیفتون نیست. خیلی ازتون ممنونم. حداقل یه نفر از این مسئولین ما جواب حاضر شدید بیاد، حداقل سوالای بچه‌ها رو بشنوید. من برای اینکه دوستانم بفهمن چه حادثی اونجا اتفاق افتاد من کوتاه یه چیزی بگم. وقتی ما رو برده بودن این اولا خب ما هممون میدونیم دیگه، هممون تو این دانشگاه هستیم، دوستامون رو گرفتن. ما میدونیم تو شب کود نیروهای لباس شخصی نبود. چرا که خیلی هاشون اولا بنده رو با لغتهای گارد ویژه داشتن بده شدن به سمت بیرون. بعد ما رو بردن این کنار این بانکه نشوندن. اونجا به نظر من اومد لباساشون شبیه لباسای سپاهیه بود. حالا نمیدونم سپاه هم بود فکر کنم. بعد اون لباس شخصی هم که میگن خیلی هاشون داخل همین شاپور که ما رو برده بودن پلیس امنیت، اونجا خیلی هاشون اونجا با لباس شخصی بودن که طوری که مثلا یکی بچه هم که تا حدودی شناخته بود با کشیده زد توی خیلی گوشش که چه چه تو بدید. این اول من پاش کنم که حداقل با خودم رو راز باشیم، لباس شخصی در کار نیست. این یک نکته که من خواستم بگم. و آقای دکتر رهبرم دوتا این رو بگید دیگه، ما از در خودمون بودیم اونجا دیدم. بعد اونجا که ما رو نشونده بودن بین این نیروها یه اختلاف افتاد. بعد یکی از این نیروها برگشت گفت بیسیم بزن از حاجی بپرس ببین اینجا حوضه استفاضی کیه. من میخوام بدونم این حاجی کیه. من بهشون گفتم چون گفتش باشه من پیگیری میکنم دکتر رهبرم اومدن گفتم باشه من پیگیری میکنم، ولی هنوز من آقای حاج آقا رو نمیدونم. یه نکته دیگه ای هم که بود دکتر رهبر اونجا اومد به ما از دیگر من دقیقه من بقیه شما اومد دقیقه من ولی مضمومش این بود که آره بچه هم من داخل دانشکده تربیت بدنی بودم دیدم شما رو داشتن تارمار میکرد. خب ایشون دیده کاری نکرد. من میدونم شما وظیفتون نیست. اقا میخوام این سوال رو بپرسم، آیا واقعا بچه خودشم بین ما بود حاضر بودن همین حرف رو بزنن؟ بعد اونجا یکی هم من میخوام بدونم لباس آخر یه نقلی هست تو اینترنت که دکتر رهبر اجازه ورود نیروی انتظامی داده داشتن. اگه ایشون داده نمیدونم آخر اونجا هم که خودش اومده بود میگفت من میدونستم شما رو دارم میزنم اینا. اگه میدونسته چرا واقعا اگه بچه خودش هم بزدن حاضر نبود جایی بگه، حداقل تو یه دونه شبکه‌ای که ماهواره‌ای که واقعا یعنی حداقل چانسوز نکنه. متاسفانه تو مملکت ما همه اینو بلدن. اسلام فقط هم از اسلام میگن. جمالالدین اسدآبادی حرف قشنگی میزنه، میگه من رفتم اروپا اسلام نشنیدم ولی دیدم، ولی اومدم تو ایران هی اسلام میشنم ولی نمیبینم. به ما بگم ما حداقل بدونیم انتظاری نداشته باشیم از ایشون. نه بله
میشه بدون اینا رو کی فرستاده بودن؟ چون این جشنی که بود اولا همشون اومدن رو برو فنی، من اونجا خودم بودم. مکان جشن کجا بوده؟ من مسجد قرار بوده من ندیدم تو مسجد برای نشه چیزی. بعد خیلی از بچه‌های بسیج هم خیلی هاشون رفیق من هستن، ولی من دیدم بچه‌های بسیج یعنی میدونستن چه قضیه ای هست که موکل داشته بیاوردن تو فنی و بعد خیلی از اونا از ما پرسیدن که مثلا فنی کجاست و بعد یه سوال آخرین حرف من اینه که وقتی من داشتم از دانشگاه میومدم بیرون یه دز همون آدمایی که اومده بودن نشسته بودن اون بغل فنی چند تا میز نشسته بودن اونجا. اگه واقعا فریضه بوده که بیان اونجوری رو دانشجو حرف بزنن چرا اینا نشسته بودن این بر؟ اگه اینا واقعا مثل اون قضیه حسنک نیست که پول گرفتن بیان بزنن و بره، حالا من نمیدونم، ولی این سوالاییه که من به عنوان یه دانشجو دانشکده فنی که هم لیسانس اینجا بوده و هم ارشد اینجا از آقای دکتر رحمت دارم ممنون میشم ازش بپرسید. حالا